دوستان، همونطوری که خدمتتون اعلام شده، این برنامه ویژه حافظ است به مناسبت روز جهانی حافظ. و نور چشم عزیزی از برجستگان، ستارگان برجسته هنر موسیقی ایران چند ماهی است مهمان شهر ونکوور هستند که اینجا چند بار از حضورشون بهره بردیم. امشب هم قرار است که ما را مستفیض کنند با بیاناتشون در مورد تأثیر حافظ بر موسیقی ایران، به خصوص موسیقی اخیر ایران. ایشان کسی نیست جز استاد نادر گلچین. چو آفتاب درآی از در و شراب بنوش، چو آفتاب درآی از در و شراب بنوش، شراب شبنم جان را چو آفتاب بنوش. چراغ میکده دیوان حافظ است، یا شبی به خلوت رندان و شعر ناب بنوش. زمانه جام گلاب تو را گلاب کند، زمانه جام گلاب تو را گلاب کند، یا شراب بیاموز با گلاب بنوش. سلام و درود به همه حاضرین در این مجلس. با این مناسبت بسیار زیبا بسیاری از عزیزان ما اینجا میدونن که من تا چند ساعت پیش بیمار و در خانه بستری بودم. نمیخوام حال مجلس برم بگیرم، ولی دیدم که این وظیفه‌ای که من محول شده جا داره که با همین حالت بیماری در مجلس حاضر بشم. بر تقدیر هر عیب و نقصی در گفتار من که حتما خواهد بود، انشاءالله من رو خواهید بخشید. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. از نامهای عود و رباب و نای و نی و چنگ و غیره پیداست که حافظ بزرگ با وجود همه مشکلات زمان خودش لحظه‌ای فارغ از این اسباب و آلات نبوده، و همچون مولانا که در سما می سرود، او نیز جملات و مضامین موزون خودش را در قالب نواهای خوش موسیقی در هم می آمیخت و آن را به زیور موسیقی می آراست. امروز حاصل آن شفابخش دل عشاق و شیفتگان ادب پارسی است. شعر حافظ به جهت ریتم و شیوایی کلام و آمیختگیش به موسیقی مناسب ترین شعر در خدمت آهنگسازی و آواز است. سازندگان به خوانندگان عزیز ما می توانند با استفاده های مناسب از میان همه آثار این شاعر آسمانی قطعاتی متفاوت از گذشته خلق و در معرض قضاوت عموم قرار دهند. با وجودی که بسیاری از این آثار آهنگین شده و اجرا گردیده است، معلوصف جا دارد تا هرچی بیشتر و بهتر در این راه گامهای مؤثرتری برداشته شود. به این بدان جهت است که بیشتر صناعات شعری حافظ جنبه موسیقایی دارد و کار سازندگان و خوانندگان اون را سهرتر و آسانتر می کند.
من که شبها ره تقوا زدم با دف و چنگ، این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد. از دیوان مقدس حافظ و اشعار نغز آسمانی این مرد خدا در همه زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی استفاده ها شده و می شود. و اما در رابطه با شعر این بلند آوازه تاریخی و ادبی با موسیقی ایرانی که به حق می توان او را یکی از پایه ها و ستون های اصلی تصنیفی و آوازی ایران به حساب آورد. اولین غزل از دیوان حافظ که به زیور موسیقی آراسته شده و به اجرا در آمده است مستندی است گویا بر این مدعا: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حافظ می دانست که عروس سخنانش به چنان کمال و جمالی آراسته است که در میان خیل خوبرویان جهان جلوه خاص داشت. از این رو استادانه و با ذوق و مهارت خاص اون چنان کرد که آیندگان پس از او دچار هیچ مشکل و درماندگی نشوند. گویی خود به تنهایی به زیور بسیاری از هنرها آراسته بود و با آگاهی از همه ریزدکاری های هنرمندانه کلام را در خدمت موسیقی و موسیقی را به استخدام کلام درآورده و از تلفیق و همنشینی این دو نوای دلنشین به جهانیان عرضه داشت که همه روزه انسانهای پارسی زبان غرق در لذت و بهره‌بری به سر می‌برند. و به جرأت باید گفت که خواجه شیراز آگاهی و اطلاعات جامعی از علوم موسیقی و دیگر ریزکاری های اون داشت و در عمل نیز قادر به اجرای اون بود. ذکر نام و نشانه هایی از این گوشه ها و ردیف های موسیقی خود نشانه های بارزی است بر این گفته. فیلمثل ساقی نامه یا صوفی نامه که در بیات اصفهان و ماهور از آن نام میبریم شاهد است بر این مدعا. حافظ با سرودن غزلیات نغز در قالب مزامینی خوش و با استفاده از کلمات موزون راهی هموار پیش روی آهنگ سازان و خوانندگان قرنهای بعد از خود گذاشته است. حافظ را میتوان گاه و بیگاه در پشت گوش خیش دید و یا در کهکشانها به دنبالش گشت. وین بدان گفته است که شعر حافظ را به دو معنا تفسیر و توصیف می کنند، یکی در صورت و دیگری در معنا. این ما ایم که گاه او را در بین خود و در زمین و گاهی در افق جستجو می کنیم. شعر او در دو معنا پیدا و پنهان است، یکی در ظاهر و دیگر در باطن. گاهی اشارهش به دورگاه آسمان است ولی چشم دلش در زمین. حکیمی هوشمند است، تشنه دانایی، بر نگران راز دهر و معمای وجودش آزرده رنج و ستمی است که به ناروا به فرزندان آدم شده و می شود. یاریان در کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسود. کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ عزیزان صاحب دل، قرنها میگذرد که بزرگان اهل کلام و شیفتگان شعر و زیبا پرستان بیدل در فضیلت این مرد بزرگ مطالب نغز گفته و نوشتند که از این حقیر چنین فعلی ساخته نیست. فقط به حکم اجرای 30 غزل از دیوان این مرد بزرگ بر خود وظیفه دانستم تا در باب ارتباط شایسته شعر حافظ با موسیقی مطالبی هر اندازه موجز و مختصر به عرضتان برسانم. و به طور قطع و یقین باید گفت غزلی در دیوان حافظ سراغ نداریم که خالی و عاری از ریتم و وزن موسیقایی باشد.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. و یا یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. و یا راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. و صدها غزل دیگر. غزل حافظ خود به تنهایی یک موسیقی است، نه تنها یک موسیقی بلکه یک تابلوی مجسم نقاشی است، ندایی آسمانی که الهام بخش همه اهل دل و اهل معرفت و هنر است. هنرمندان عالی مرتبی همچون استاد یدالله کابلی که به حق یکی از هنرمندان والا مقام ایرانی است، ده ها غزل حافظ را به خط و نقاشی مزین کرده و در بزرگترین موزه ها و نمایشگاه های کشورهای جهان به نمایش گذاشته است و دیدار از این اسطوره بی همانند صفا بر دل و جان همه ملت ایران از مرد و زن می بخشد. او اکنون در شهر زیبای شما و در کنار شماست، حضوری مقتنم دارد. برای همه اهل دل موسیقیدان های صاحب نام ایران نیز در این سالها با استفاده از دانش و آگاهی و اشراف به ادبیات منظوم ایران، مخصوصاً حافظ بزرگ، بیش از نیمی از دیوان او را به زیور موسیقی آراسته و به جهانیان عرضه داشتند. این آثار جاودانه مقبول همه صاحب نظران داخل و خارج ایران است. هزاران سلام و درود بر آنها. و در این مناسبت جا دارد از زحمت کشترین مرد فرهیخته و فرهنگ دوست این شهر، یعنی دکتر مسعود اسماعیل زاده و همسر زحمتکش مهربانش که چراغ راهگشا و همیشه روشن این بزم را بی هیچ نظری به دست داشته و از پا ننشستند، تشکر و قدردانی نموده و برای این زوج زحمتکش و دیگر اعضای انجمن آرزوی طول عمر و توفیق روز از اون کنند. ارادتمند همه شما نادر بود. سلامت هرچی در خدمت شما.